حاضرین؟ جسارت داشته باش. بالاخره یه نفر تو رو کشف میکنه. چطور میشه یه شیشه در مربا باز نشه تبدیل میشه به یک کتاب؟ براتون خواهم گفت که ایده ها رو از کجا پیدا میکنم و چطور پرورش میدم. من بارها میشینم فیلمی که میخوام موسیقی بشنم پاش گریه میکنم، پاش میخندم. برای شادمانی کودک چه اهمیتی قائل؟ میخوام بگم چطوری به اینجا رسیدم که فعالیت های خودم رو روی کودکان متمرکز کنم. حالا واسه اینکه عکاس خوبی شید به چه چیزایی احتیاج داری؟ عکاس باید در نظر داشته باشه که عکس گرفتن دغدغه اونه. تئاتر یه هنر یگانه است. چی گفتن مهم نیست، چگونه گفتن. سلام، من میخوام با شما راجع به کارگردانی تئاتر و مهمترین هنر او یعنی میزانسن صحبت کنم. من رخشان بنی اعتماد هستم. من فاطمه معتمدآریا هستم. من هوشنگ مرادی کرمانی من هستم. من عبدالحسین وهابزاده هستم. من حسین علیزاده هستم. اتفاقی افتاده که گفته بودی فوراً تلفن بزنم؟ نه عنایت جون، دل واپس نباش. از قضا خبر خوشی واسط دارم. به امید خدا ما پس فردا راهی خونه خدا میشیم. به سلامتی ایشالله، به سلامتی. خب ببینم خوش غیرت، حالا به ما خبر. حالا هم سلام لور بی تمنیست. میخوام یه امونتی دستت بسپرم، یه امونتی که به این جونم بسته است. کسی که از جفت چشام واسم عزیزتره. آره دخترم میمنت فردا میاد تهرون که کنکور بده واسه دانشگاه. آره بابا بزرگ شده، اما هنوزم این بچگیاش تا اسم تو به گوشش میخوره زق زده میشه. میدونم که تو بهتر از خود من ازش مراقبت میکنی، اما تا وقتی که به امید خدا پدر نشی نمیفهمی چی میگم. بر با خاک مادرش قسم اگه عشق خونه خدا به سرم نبود یه لحظه ازش دور نمی شدم. اما چه کنم که واجب الحجم، مجبورم مشرف بشم. دلخوشیم فقط اینه که تو عین خود من در حقش پدری می کنی. می سپرمش به تو، تو رم به خدا می سپرم. Shh.
عشق من عشق بی زبونه، عشق بای تو چو آتشه یه چشمی جنونه، تو عشق ما به هم رسد تو نوع یک ستاره است، تو زندگی برای ما تولد دوباره. توجه بفرمایید، توجه بفرمایید، قطار مسافری سری و سیر خرمشهر تهران همکنون وارد ایستگاه شد. لطفاً از قطار فاصله بگیرید. لطفاً از قطار فاصله بگیرید. چطوری؟ تو میمناتی؟ آره عمو. چمدانم عمو. بابات میگفت که بزرگ شدی. اما دیگه فکر نمی کردم که اینقدر شده باشی. حالا تو راست راستی میمناتی؟ آره والا. نه میمنات نیستی. حالا دیگه میمنات خانومی هزار بار شد. واسه خودت خانومی شدی. را بیفت بریم عمو. رسید. بودو عمو. بودو بریم تو. خیلی خوش اومدی. آج خانوم، مادر. جون دلم من اینجا. بیا واسات مهمون رسیدی. سلام خانوم بزرگ. سلام بر روی ماهت. خوش اومدی. دلم برای تو زریف شد. پیامت رو چشم. بندم سلام عرض کردم خانم. سلام. مادر با منم دست بدید. وقتی میگم بشر قابل ترقیه میگی نه. نگاش کن اینقدر بچه بودا. هزار ماشاءالله. حالا ببین چه قد بالایی داره. خیلی خوشگل تو دلبرو شده. الحمدلله. حالا خوشگل میبینی خانم. برم الهی. ماشاءالله. خب حالا چرا اینجا بود ازش پذیرایی کن تو ما بریم یه کاری داریم انجام بدیم و برگردیم. هادی بیا بریم زود باش. بریم تو مادر. آرشگاه فریده. بفرمی. بله فریده خودمم. چه فرمیش دارین؟ نه خانم امروز دیگه دیر وقته. آرشگاه تعطیل شده. فردا تشریف بیاری. بله بله خدافظ. فریده جان. آمدم. بلم جان. وا مگه اینجا جای این کاراست؟ آشناس خانم آشناس. هیچ معلومه کجایی؟ از شب دعوت حالا پیدات نشده. خیالت راحت باشد. همچین میخوام محکم کویدم که آمیرزا دیگه جرعت نمی گوند بزارمت بیشه. خانم من عروسی دارم یه خورده به جان. اومدم خانم. چهارشنبه، چهارشنبه روز خوشبختیه. چهارشنبه بلیط بخرید. چهارشنبه، چهارشنبه روز خوشبختیه. چهارشنبه. ممنی با تو هم بایستا ممن چهارشنبه بایستا سلام خانه چه درست ای شیطان بید پر تو نمایشگاه سرگوشی آب بده ببین عنایت الله خان اونجا زیاده واسه چی؟ واسه این که اگر ببینه ما این وقت روز میریم سر کار پیش روی همه سکه یه پول ما میگنه خب به من چی میرسه؟ بسر اینقدر پولکی نباش تو بیمایی فتیر جون شما برو بابا سب کن بگنم چهارشنبه روز خوشبختی باشه سگ خورده برو دیگه برو برو اول پور ندارم بعدم بشید میگم بعدم خب منم بعدم میرم چاشم بیشم سبون سبون بیا اینم دو تومن این یه تومن اینم یه تومن شد دو تومن برو دیگه خب تو برو خیالت راحت راحت چطور مگه عنایت الله خان امروز نیومده رفته دانشگاه کنکور بده بودو. سلام عمو سلام امتحانات چی شد؟ خوب شد راضی بودم اگه اشکالی نداره این دوستم هم با ما بیاد که سره رو برسونیمش خونه شون چه اشکالی داره؟ بفرمی بالا مات بازه بفرمی بالا ماشین خودتونه لهم بدین اون تا
مریم مثل من از آبادان اومده اینجا کنکور بدیم. از آشنایتون خوشبختم. قربون محبتتون. امیدوارم به خدا که همتون تو امتحانا قبول بشین، شوهر کنین، بچه دار بشین، خوشبخت بشین، خلاصه بیارین سر خونه زندگیتون. خب شوهر آقا، این جوانای امروزی که همشون فکر رقص و موزیک و قرافر خودشونن، شوهر باید شوهر باشه. من که اگه روزی روزگاری بخوام شوهر کنم، با مردی عروسی میکنم جا افتاده و متشخص که قدرم رو بدونه، مثل شما. ای بابا، این روزا دیگه مردای جا افتاده هم زیر بار مسئولیت زن و زندگی نمیرن. ببخشینا، توقع شما دختر مختر و بالاست، و الا هنوزم هستن مردایی که آرزو دارن عائله تشکیل بدن و تا دم مرگ واسه زن و بچه هاشون فداکاری بکنن. پس چرا خود شما تا حالا عروسی نکردی؟ آخه من سن و سالی ازم گذشته. کی اینو گفته؟ این چیزا رو ما دخترها باید تشخیص بدیم. لطفا این بغل نگه دارین پیاده شم. شما تازه اول چلچلیتونه. باسه نخور، ایشالا به وقتش واسهتون شوهرم پیدا میشه، فکرش نکن. خیلی ممنون، خداحافظ. به سلامم، از گره زدن سبز قفلت نکن پدر جان. اگه عمود خواسته هم بگیره ها، آدرس خونه. عمو جون یه دقیقه صبر کن تا ببینم اگه کار چیزی هست فوری انجام بدم و بریم. باشه باشه، شما به کارتون برسید. زیاد طول نمیکشه. میگم خودتون میدونین که چی جواهری هستین. دیگه چوب کاری نکنم. نه راست راستی میگم، من شما رو خیلی دوست دارم. قربونت برم عمو جون. خب دیگه بشین، خسته نشین. پس من میرم به کارم برسم. میتونم ازتون یه خواهشی بکنم؟ خواهش چی؟ امر کن عمو جون. بعد از این نه من به شما میگم عمو، نه شما به من بگی. واسه چی؟ آخه من دیگه بزرگ شدم. بر منکرش لعنم. خیلی خوب، هر طور که میلته. برو شما پیش میمنت خانم، یه عالم ازت تعریف کرد. خیلی ممنون. به پا عروسی تعریفی نشی. استغفرالله، این فرمایش ها چی هست میفرمایی؟ علل خصوص که حالا میخوایم یه هفت هشت عروسی نمایشگاه رو به امید تو ول کنیم و بریم. کجا؟ به سلامتی. والا این میمنت خانم یه ماه آزگاره که شب و روز درس خونده. از روزی هم که اومده تهران تا حالا هیچ جا رو ندیده. میخوایم یه چند وقت ببریم بگردونیمش، بلکه خستگی از تنش بیرون بره. خلاصه دیگه سفارش نمیکنم. لازم به سفارش نیست عنایت الله خان، خیالتون تخت تخت باشه. میبینیم و تعریف کنیم. ما رفتیم. خیر پیش، به سلامت، خوش آمدین قدم به روی چشم. با تو به حق رسیده من.
بوسه دعایی، توی چشم عاشق من توی پیدا، توی پیدا، توی خونه دل من توی تنهای تنها، توی چشم عاشق من توی پیدا، توی پیدا، توی خونه دل من توی تنهای تنها. گندمای تشنه بارون بهار رو میخواد، بی تو مرگ من یقینه، تب انتظار رو میخواد، توی چشم عاشق من توی پیدا، توی پیدا، توی خونه دل من توی تنهای تنها، بفرمایید میمنت خانم. تو رو خدا اینقدر نگین میمنت خانم. پس بفرمایید چی بگم؟ اگه روتون نمیشه بگین عزیزم، فقط بگین میمنت، میمنت تنها. باشه، خلاصه بهت بگم اگه بهت بد گذشت به خوبی خودت ببخش. اختیار داریم، از غذا خیلی هم خوش گذشت. مگه میشه که آدم با شما باشه و بهش بد بگذره؟ قرمون صفا و یه رنگی. راستی خانم بزرگ، پس کی میخوای واسه عنایت الله خان دستی بالا کنی؟ والا چی بگم میمنت جون، تا حالا خورند موهای سرم بهش دختر نشون دادم، اونم چه دخترایی، یکی از یکی خوشگلتر و خونوادیدارتر. اما بی انصاف هنوز هیچ کدومش رو نپسندیده. چطور نپسندیده؟ تازگی کسی رو بهش نشون دادی؟ آره، همین دو ماه پیش. نه، منظورم تو این 10-15 روزه است. یعنی از روزی که تو اومدی؟ بله. آخه تو این 2 هفته کسی رو ندیدم که بهش نشون بدم. چطور کسی رو ندیدین خانم بزرگ؟ ایوا، راست گفتی، یا چه کسی بهتر از تو؟ نه، من منظورم به خودم نبود. اونو که خودم میدونم، ولی البته شما جای مادر منی، مطمئن باشین هر تصمیمی که بگیرین من رو حرفتون حرف نمیزنم. مادر عنایت، تو حالا میمنتو با نگاهی خریداری ورانداز کردی؟ چطور مگه؟ این دفعه که اومد خوب وراندازش کن تا بعد واسات بگم. آره، اینم آب خوردم. دست درد نکنه. شبتون بخیر. مگه شام نمیخوری؟ مرسی، من گرسنه نیستم، میخوام برم استراحت کنم. چی میگی؟ شامتو بخور دختر، اگه خدا نکرده لاغر بشی فردا جواب بابتو چی بدم؟ بی بشی بخور. خدا سیر سیره. این چرا همچین میکنه؟ خب بگه دختر پاک قضا افتاده. بس مادر، خوب براندازش کردی؟ حالا منظور اگه بگی تن و بدنش اندازه یه سر سوزن نقص داره نداره ننه، امروز تو حموم همه جا شو دیدم. میخوام اگه خب که چی؟ میخوام اگه صلاح بدونی وقتی آقا رسول به سلامتی از مکه برگشت برم واسه خواستگاریش کنم. تو چی داری میگی؟ همین که گفتم، من از این دختره خوشم اومده. آقا که خدا بیامرز، آقام راست میگفت که عقلت پارسنگ ور میداره. زن مگه عقلتو از دست دادی؟ نکنه دیوونه شدی؟ ایوا، واسه چی؟
واسه این که اون جای دختر منه، واسه این که من سن و سال باباشو دارم. ولی مادر جون، مرد هرچی با دختر جوان عروسی کنه روز به روز جوانتر میشه. خیلی دلش بخواد، تو تازه اول چلچلیته. گذاش اون دور و زمونه قدیم، مگه حالا دخترها زیر بار این حرفا میره؟ والا میمنت که این چشمش از اون چشمش راضی تره. ما این تخمه لقا تو دهن میمنتم شکستی؟ من نشکستم، خودش شکست. اون بچه هست مادر، اگرم چیزی گفته رو بچگی گفته. اون توی حال و هوای دیگه است. تو که سن و سالی ازت گذشته چرا باید عقل تو بری دست اون؟ ایوا، مگه همش میمنت چند سال از تو کوچیکتره ها؟ قبطه یه عمر. مادر اینه کپچه سرتو زیر برف نکن. من اگه به وقتش عروسی کرده بودم حالا باید اونو واسه پسرم خواستگاریش کنم. دوم از اون دختر دیپلمه از فردا میخواد واسه خودش دکتر بشه، قابله بشه. از همه اینا گذشته میمنت پیش ما امونت. مادر ایوا، مگه میخوای کار خلاف شرع بکنی که خیانت باشه؟ سخت هرچی میگم نره باز میگه بدوش. مادر این پنبره از گوشت در بیار. نه ما با میمنت عروسی میکنیم، نه دیگه خوش داریم که تو حرفشو بزنی. حالی خود الهی برزایی تو. سلام علیکم. سلام از بنده. مبارکا باشه. سایه شما کم نشد. چی باز چی مبارکا باشه؟ دور خول بود جعفر. بله قربان. سلام علیکم. سلام علیکم. بپر برو. تبریک عرض میکنم قربان. ما به همچنین. 100 سال به این سالا پسر هنوز کوتا عید. واسه عید که عرض نمی کنم قربان. واسه چی عرض میکنی؟ تبریک عرض میکنم. تو واسه چی عرض میکنی؟ واسه همون که ما عرض کردیم. به خیالتون ما خبر نداریم قربان. از چی؟ هادی خان شیرنش هم بهمون داد خوردیم. هادی؟ سلام علیکم. از طرف خودم و همگارانم تبریک عرض میکنم. بفرمایید دهن دانا شیرین کنین که شیرین کام بشوید. خواهش میکنم. تقدیم. واسه چی؟ واسه نامزدی تان دیگه. چی گفته ما نامزد شدیم؟ خود نامزدی دان. نامزدم کیه؟ چرا پرت و پلا میگی؟ خودشان گفتن عنایت الله خان. چرا به ما میتوپین؟ خودش کجاست؟ توی دفتر است. چطور هاشا میگنه؟ سلام عزیزم. دفترت یه خورده نامرتب بود، اومدم مرتبش کردم. میپسندی؟ چرا اینجوری میکنی؟ این چه سر و وضعیه که واسه خودت درست کردی؟ مگه تو دیشب نگفتی که من هنوز بچم؟ حالا چی؟ به نظرت هنوزم بچم؟ واسه چی اون دروغ دولا رو سر هم کردی؟ کدوم دروغ دولا رو؟ همین که با هم نامزد شدیم. نگفتم نامزد شدیم، گفتم میخواییم بشیم. فرقش چیه؟ مگه اشکال تو فقط این نبود که من هنوز بچم؟ خوب نگام کن، ببین حالا یه زن کامل نشدم. با اینا، با این رنگ روغنا. پس فکر کردی زنای دیگه با چی خودشونو میسازه؟ رابیو، فرابیو. کجا عزیزم؟ اینقدرم عزیزم، عزیزم نکن رابیو که چشم نمیاد. اگه 12 سال مدرسه نرفته بودی، اگه تحصیل کرده نبودی، دلم نمیسوخت. میگفتم بی سواده، نادونه، فرق میونه خوب و بد رو نمیدونه. اما تو که به سلامتی فرد میخوای واسه خود دکتر بشی، چرا باید این کارا رو بکنی عمو جون؟ اگه یادت باشه یه دفعه ازت خواهش کردم که دیگه به من نگی عمو. اگه یادت باشه ما هم گفتیم چشم، ولی بعدن رأیمون عوض شد. خیال دارم از این به بعدم دم به ساعت عمو جون به نافت ببندم. که چی بشی؟ که یادت نره عموتیم. ولی من دوست دارم نامزدم باشی نه عمو. ما هم خوش داریم که عموت باشیم نه نامزدت. آخه من تو رو دوست دارم، دوستت دارم. چرا نمیخوای بفهمی؟ عاشقتم. تو هنوز بچه ای عمو جون. بهت قول میدم چند سال دیگه که بزرگ شدی خودت به این عشق بچگونه بخندی. ولی من نه بچم نه عشقم بچگونه است. میدونم عمو جون. هیچ دیوونه ای نمیگه من دیوونم، هیچ ماسمندی هم نمیگه ماس من ترشه. بفرما. یادشون پس تو منو دوست نداری؟ چی گفته دوست نداری؟ پس داری؟
عمو پیدا کن که برادرزادش دوست نداشته باشه تا من دویمیش باشم. اینجور دوست داشتن ارزونی خودت. من بهت ثابت میکنم که نه خودم بچم نه عشقم بچه گونه است. حالا میبینی گیره عجب جونه برای زمون نفهمی افتادیم. دختر واسه این تو چه فرقی میکنه که من بمیرم یا زنده بمونم؟ برم کن برم دستانی آخه من به تو چی بگم؟ با تو چی کار کنم؟ با هم عروسی کن دوستم داشته باش. ببین ببین میمنم میمن دوست دارم میپرستم ایت. خلاصه تو کار این دختره موندم فکری نمیدونم چیکار کنم. والا انا اتلا خان جان این کار یک کار لوتیگیری و جوان مردی نیست که شما پیش کسوتش باشین و ناوه کشیز. چطور؟ ببخشنده جسارته اما گره این کار به دست کسی وا میشد که مثل ما همراه هر زیر پیرنی یه معشوقه عوض کرده باشه. خب حالا مگه به عقل ناقص تو چیزی میرسه؟ بله مثلا چی میرسه؟ این خوب نگاش کن گرهشم میبینی؟ این که حلقه عروسیه. درستم. سلام علیکم. شگرد کار ما این است که وقتی بعد از مدتی خوشگذرانی از یه زن سیر میشیم و میخواییم از سر خودمان بازش بگونیم این حلقه را میچپانیم تو دستمان بهش میگیم ما زن داریم شیشتان بچه داریم. خب که چی بشه؟ هیچی. آخه معذورت چیه؟ هیچی دیگه. شما هم باز به میمنت خانم بگین زن دارم که امیدش ناامیدش بشه. آخه خنگ خدا میمنت که تمام زیر زبر منو میدونه چطور باورش میشه که من زن داشته باشم؟ اونش با خودم. خیلی ببخشین که یه خورده دیر کردم. عیبی نداره. آخه خانم برده بودیم فروشگاه خریدشان که تمام شد فرمودن حالا منو ببر آرایشگاه سلمانی. من یه خانم آرایشگاه میرم. پس چی که میرن؟ امروز هم رفتن رنگ موهاشان شرابی کردن. نه بابا بزرگ با موهای شرابی باید خیلی دیدنی باشه. ولی ما که خانم بزرگ نمیگم والا. پس از که حرف میزنی؟ خانم کوچیک. خانم کوچیک دیگه کیه؟ خانم عنایت الله خان عیالشان با چی؟ عیالشان خانم عنایت الله خان مگه اون زن داره؟ بله بچم داره. نه شما نمیدونید مطلع نبینید. هیچ اقدامی لازم نیست بکنید عنایت الله خان. من تو این کار تجربم زیاد است. باریکان چنان آب پاکی و تصفیه شده رو دست میمنت خانم ریختم که بینکل آشوگی از یادش رفت. بنازم به این ترکیب. سلام. سلام علیکم. سلام عمو جون. سلام. سلام کنده. سلام مرده شور تجربت ببنم. کجا بودی عمو جون؟ خونه بودم حسلم سلام. اومدم که با هم بریم یه سری به زنمو بزنیم. زنم؟ کدوم زنم؟ گندش در رو مگه چند تا زنمو دارم؟ منظورم خانم شماست دیگه. چی گفته ما زن داریم؟ خدا رو صد هزار مرتبه شکر که ما نگفتیم. درست از میمنت خانم
خداییشا بگو که عنایت الله خان فکر نکند یه وقت ما گفتیم. خداییشو بگم. هادی گفت. من هادی هادی کیه؟ من کی؟ او تو گفتی؟ تو بله. کی کجا؟ او سخن چینه بدبخت هیزم شکن آخه کی میخوای آدم بشی؟ برای چی عنایت الله خان؟ واسه اینکه گندشو داره بردی. آخه اینم کار بود که دست ما دادی، حالا تو به جای ما چیکار میکنی؟ هیچی، میمنت خانم ور میدارم میرم خدمت خانه. چی؟ ور میداری میری خدمت خانه؟ بله بله بله. چه ور میداری میری خدمت خانو؟ البته. فقط پیش از رفتن اجازه بدین من یک تلفن به خانم بزنم که باز نگن چرا سر زدم مهمان آورده خانمون. همین الان تلفن بزن. خانو؟ خانو؟ بله بله. خانو همه اومدم بابا، چه خبره؟ الو سلام علیکم، عرض میکنم خانم، کیچولوی شما هستم، گلام شما. نکن بابا، دارم میرم تو تلفنی بندار هستم. خودت لوس نکن هادی، چه مرگته؟ یادتان است که فرمودین وقتی آقا میخوان مهمان بیارن منزل تو زودتر تلفن بزن که برای پذیرایی آمار. آقا کیه؟ مهمون کدومه؟ چرا پرتو پلا میگی پسر؟ نهارم رو چراغ سوخت. حالا دور از گستم میل نکنید خانم، خوب میشین. بله خانم، والده خانم مریضن، برادر خانم آمدن که خانم ببرن منزل خانم والدشان. حالا میخوان از شما اجازه بگیرن که ببرنشون یا نبرن از شما. آزما بله بله امو چیه؟ خانم عدیه. خانم چه خاریه؟ خودتا میگوشیم امو. بله چی بکن؟ هرچی دلت خواست بود امو جم. الو عزیزم. سلام عنایت الله خان، حال شما خوبه؟ تویی عزیزم، سلام برو ماهد، چی شده؟ قربون قد و بالات برم من. این حرفا چیه عنایت الله خان؟ اجازه ما هم دست شماست عزیزم. گوگوری مگوری با خدا مرگم بده مادر. از تو رو ماهدو میبوسم، نوکر پدارتو هم میبوسم، میبوسم. ایوا دیگه چی؟ الو اول آخر که چی؟ شما باید منو ببرین خدمت خانم، حالا امروز نشد فردا. فردا؟ میمنم فردا؟ بله فردا صبح حتما باید منو ببرین خدمتشون. باشد میمنم باشد، هیچ اشکالی یخده. تو واسه چی قول میدی؟ آخه من تجربه دارم تو این کلی کلی تجربه سر تو بخوره، بچه ما خودمون بد قول میدیم. پس قول دادی یا خدافظ. میمنم جنایی بیام تو این تیکه آرتیست منم. فریده چی میخوای؟ یه دنه زن. چی؟ یه فوری و فوتیه، یه زن دو ساعته لازم دارم. دنه تو آبی کشم غلط میکنی، بلیل مرده. چی شده؟ گمشه از اینجا بیرون. بایسا چرا همیشه میکنی دست به زن پیدا کردی؟ تو رو خدا باشه، تو رو خدا بایسا بایسا. بابا واسه خودم که نمیخوام آخی. بس واسه کی میخوای؟ واسه عنایت الله خان میخوام مرگ تو. کلت بزه بالاتر. چه بابا ته تو نمیفهمی، میخوام یه زن پیدا کنم که دو ساعت رول اول زن عنایت الله خانم بازی کنه تا دختری که خاطر خواست شده خیال کنه عنایت الله خان زن و بچه داره، دست از سرش ورداره. شیرفم شد جنی؟ آره، حالا میگی من باید چی کار کنم؟ کارم را به دوست فدا شد. آخه چه جوری؟ من که کسی ندارم. یخته فکر کن دیگه، این همه زن اینجا دور ورته گرفته بابا جو. والا چشمم تو
بذار مردم بدونم غم عشق تو رو، تو چشم من بخونم، تو خورشید منی، من ذره محتاج نورم، بیا گرمی بده به جون من اگرچه دورم، فقط یه روز تو جدا میشم که توی گوره میدونی قلبم آروم نداره، تو سینه ی من یه بیقراره، زنجیر و باکن زپا دیوونه من، چشم انتظارم بیا به خونه من، به دیدن من بیا، مهتاب در اومد بیا، عزیزم بیا، صبرم سر اول بگو ببینم زن نجیب و اصل و نسبداری هست یا نه؟ مو به مو طبق سفارش شما رفتیم از یه خانواده آبروداری زن نجیب با وقار خانه‌دار که مال بارست دستچین کردیم. ببینم همینجا. پس اینجا؟ دنبال من بیا، خواهش میکنم. بفرم ساواله خوشبختم. ساواله که خواهر خواهر چی هست؟ عنایت الله خان خانومتن از مهر خانم جان اشتر، پرما، تبخبه بیدیم واسه دو ساعت. آره شما چطور خانم؟ والا من دلم میخواد که هرچی زودتر این کارو به انجام برسونم و برم پی کارم. ما هم والا همینه میخواییم، فقط خوبه. چیزی که هست یه خود زیادی پول روماتیک به خودت مالیدی. درست میگم هادی؟ وا شما به صورت من چی کار داری؟ یعنی چی کار دارم؟ حیف از کلمات شما میر خانم. اگه شوهر آدم به صورت آدم کار نداشته باشد پس به کجاش کار داشته باشد بابا جان؟ یه خود کم ملاتش کنی ضرری نداره. ور هرچی آدم مردم آزار لعنه بشه. برو به کارت برس. چه بد اخلاقی؟ بد اخلاق نیستش، اخلاقش هنوز با شما جور نشده است. آخه اول سر زندگی تا نهست. چی؟ خب حالا چطور آقای مشکل پسند؟ چطوره؟ اگه گیسات هم یه خود اینجوری بلو نباشه بهتره. بباره بابا این یکی دیگه طلبه. طلبه چیه خانوم؟ گفتم موازه جمع کن بالاتر بخیر. باره بابا حال نداری. نه انگار حرف حساب بگو شد فرو نمیره زنک. اصلا میدونی چیه آقا جون؟ خر ما اکورگی دوم نداشت. بره یکی دیگه رو پیدا کنیم. مگه میشم مهری خانم جا سب کن بابا؟ با چرا که نشه؟ موزی که قرار بود بهم بدی بهم نده، مهرم حلال، جونم آزاد، خوش گلدی. صلوات میفرست خانم جان. ده زن شوهر وقتی دعواشون میشه هر دوشون نباید من بشن، که یکیشون هم باید نیم من بشن. حالا شما یه چرک بیا پایین، شما هم یه چرک بیشش بالا و سلام شد تمام. لبرتون میبینم گیر میشه. تقصیر خود گردن شکستمه که ندیده و نشناخته قبول کردم. حاج خانم فعلا وقت نیست توضیح بدم. شما خونه هادی رو بلدی؟ خب پس خودتونو برسونین، شهر شلوغه. اگه راست راستی زنم بود میدونستم چه ریختی آدمش بکنم. خوابه تو هم اگه راست راستی شوهرم بودی بلد بودم که چجوری اخ جلتت در بیام. ببری مرسی. پس خانم آقا کجا؟ والا چه عرض کنم، آخه طفلای معصوم شبا که پیش هم نیستن. بله. مجبور از یه همچین فرصتای استفاده کنم. بله عمو جون. عمو جون منو ببخش که خود منتظرت گذاشتم بابا. ببخش. عیبی نداره. سلام خانم. سام علیک. سلام. به به چه خانومی، چه تیکهی، چه چیزی. مرسی خانم. بفرمایید. فاقیل شما رو نداره. چرا زحمت کشیدی عزیز؟ اختیار داریم. دست درد نکنه جیگر. بچه رو زودتر بهم نگفتی که برادرزاده به این خوشگلی داری. آخه ترسیدم تو حسودی بشه عزیز دلم. اگه برادرزادت نبود که بله چشاتو عکاسه در می آوردم. اما آخه کار که دسته خودشو نمی بره. جون قربون دستت این گلا رو بذاری شو. چش خانم جون. ایوا چرا وایسادی؟ بیشی جونم بیشی خونه. مادرمو میگه.
من خیال کردم مامان میگه. حالا بهتر شده الحمدلله. بله. آخه میدونین چیه؟ من به مادرم نمیگم مامان. میگم مادر. اینه که وقتی که شما گفتین مامان، من همچین خود گیت شدم. بله. 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 فهمید. بهترن الحمدلله. بله. بچه‌تون کجا؟ بچه. بچه. بچه؟ بله. بچه. نکنه به بچه‌تون هم نمیگین بچه. چرا چرا بچه که دیگه بچه بچه هادی بچه جان بابا جان چرا داد میزنی؟ رفتم از سر کوچه خفتگیرش کردم آوردمش که میمنت خانم ببیند قربان. خوب کاری کردی. خوب کاری کردی. خوب کاری کردی. خوب کاری کردی. ما داریم بود دوباره پیش میمنت خانم سلام برسان، یعنی خودت سلام کن. بود یادت نره. سلام کن بابا. یا الله پانش بیا بقلم. ایوا مادر چرا زل زدی قربون شکل ماهت برم الهی خوشگل من. پس تو مامانمی؟ آره عزیزم، اما گندشو در نیار یا خوب؟ مادر چهارشنبه روز خوشبختیه، یه بلیط ازم میخری؟ مامان چون دیگه این حرفو نزنی یا خوب؟ میگه که از شما خجالت میکشه. تجربه ندارم. ببینم از چی خجالت میکشه پسرمو، نازتو برم الهی. به به، انگار جمعتون جمعه. شما این هاچ خانوم؟ بله منم، تا کور بشه اون کش میکه نمیتونه منو ببینه. مگه چی شده مادر؟ هیچی، نه چک زدم نه چونه، عروس اومد تو خونه. مادر تازه میپرسه چی شده؟ کدوم عروس کدوم خونه؟ از چی حرف میزنی مادر؟ خوابه خوابه خاطر رس نکن، به خیال تا هنوز تو خواب خرگوشی هستم که از هیچی خبر نداشته باشم. باری کلا به غیرتت، معلوم میشه من غریبم. مادر حاجی خان این کیه؟ مادر بزرگت مسلم. این کیه؟ مادر شوهر تمثلم. الهی زحمت هایی که باید کشتم حرومت بشه. اون شیری که به خودت دادم خون بشه و از ناخونات بریزه بیرون. الهی خیر نبینی که منو بی‌عزت کردی. اینه موزه و همه زحمتی که واسات کشیدم. ببین چلوی مردم چجوری منو بی‌عزت کردی. بسته دیگه مادر. قرار مادر شوهر بازی نداشتیم. مام نداشتیم. آهای سلیت گیس بریده. تو به چه حق پسر منو ضبط کردی؟ آروم بگیر مادر. خیال کردی پسر منم مثل خودت بیکسه کاری که خودت اینه کنه چسبوندی بهش؟ بله؟ دی پس لبت میخوایی بگی اون خودشه چسبونده بهش؟ آره جونم درست فهمیدی، قضا میخواستم همینه بگم. آره اون روت بیاد بیشتر ما حیام. چی؟ بله بله نفهمیدم چطور شد؟ تو دیگه خفه شو. وا مگه نمیبینی که هرچی لایق خودشه داره باره من میکنه؟ خفه میشه یادم تو دهانت. بارا بابا اصلا ما نیستیم یک کاره. آخ همون از دست عروسای این دور زمونه. صلوات بفرست مادر. لا 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 برپریدن نگاه کن چجوری نگاه میکنه. انگار تو من نردم میشم. تو نگاش کن ببینش. هاچ خانم حالا گذشت از بزرگتره، بفرمایین بشینیم میوه ول کنین. تو رو خدا بفرمایین. تو دیگه حرف نزن که به خداوندی خدا هرچی از دهنم در بیاد بگم. خاک بر سرم به من که وا من سر تو بر بر جادو. تو اون پسر نمک نشناسه. به من چه مرتوبه خاک خانم؟ به تو چه مرتوبه؟ حق باز متقلبه داروی دورن. آروم میگیری یا نه؟ یعنی چه؟ نه آروم نمیگیرم. همش تقصیر اون زن دست رو نشست. سلام خانم بزرگ. سلام و درد. به به چه با ادب. خدا مرگم بده، این سیبی که با خدا بیامرز آقا دو نصف کرده باشه. باشو آروم بگی مادر، حالا دیگه داری کفر منو در میاری. خوش منو بیرون بیرون بیرون. عجب آسمون قرنبه ای. بلم کن بیشین اینجا کارت دارم. تو باید تکلیف منو روشن کنی. به خدا سر پل سر جلوتو میگیرم و شیرم و حلالت نمی کنم. عوض این کارا حرف منو گوش کن. تو نمیری به موت قسم، ما نه زن داریم نه بچه داریم. برو سر اون زن قرش مالت شیره بمون. نه اون زن زن منه، نه اون بچه بچه من. اگه بچه تو نیست پس چرا اینقدر به خدا بیامرز آقات چه باحت داره؟ دست بردار مادر، چه شباهتی چه چشکی؟ ایبا تو که شکل شمایل آقات یادت نیست؟ مادر تو که یادته چرا این حرفو میزنی؟ آه. اصلا ببینم تو که سجلت ما رو قبول داری. کو کجاست سجل اینها؟ بیا 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 نگاش کن بیا. کوره سوادت چه هنو نم نکشیده؟ بخون ببینم کجاش نوشته که ما زن بچه داریم. ده بخون بخون دیگه بخون به کجاش نوشته. نیا کن سفید سفیده. انگار راست میگی. پس چی که راست میگم؟ الهی قربونت برم. من میدونستم که تو بدون اجازه مادرت زن نمیگیری. حالا که اینجور شده همین که آقا رسول از مکه برگشت میمنه تو بسد میگیرم. بخت حالا دیدی باز بچه شدی؟
ننه والا بلا میمنت خوب دختری بار منکرش لعنت میمنت جون چی کارش داری بابا طفل معصوم از روز که شنفته زن و بچه داری از خواب و خوراک افتاده بذار از دل با پسی نجاتش بدن کوتا بیا مادر هرچی رشم پهم نکن اصلا میدونی چی عنایت من اگه بخوام به حرف تو گوش کنم آخرش آرزوی دومادی تو به گور میبرم اوف. راحتت کنم ننه من میمنت رو از هر لحاظی که بگی پسندیدم این بازیارم بی خودی ران انداز چه بخوای چه نخوای من واسط میگیرمش پس حالا که اینجور شد بذار منم راحتت کنم اگه گفتم زن و بچه ندارم واسه دل خوشید بود دارم خوبشم دارم دیدی که دارم چاخان نکن اونا که زن بچه تو نیستن عجب دیواوری هستی ها برو نگاه کن ببین بچه هم با خدا بیامرز آقا مو نمیزنه مثل خیاره که وسط دونس کرده باشن ده همین بچه منو دو به شک کرده دیگه تو رو خدا راستشو بگو عنایت دروغم چیه مادر ده آخه اگه اونا زن و بچه تو هن پر چرا اسمشون تو سجلتت نیست؟ پل موسنا رو واسه چی گذاشتن؟ واسه اینکه اگه آدم بازم زن گرفت اون اسم زن و بچه شو توش بینویسه آقت میکنم میمنت میمنت پشو بیا اینجا بلشون کن بریم اینا قدر منو تو رو نمیدونن سر پل سرا جلوتو میگیرم و شیرم و حلالت نمیکنم از امشب هم دیگه حق نداری پاتو تو خونه من بذاری برو پیش همون زن و بچه رفتم خب الهم تو بود یا اینا همه قلابی بودا ببند اون دهانه کثیف تو دیگه نمیخوام ریخته تو ببینم تو چشم مایه بیکاری پاچت هم میگیرد بیرگه برا بابا تو نرو علوب سنگ تو رو پاپ پاپ حالا راضی شدی جیگر نخصه دیگه اینقدر جیگر نکن بازی تموم شد خیلی خب بابا تموم شد که تموم شد انگار نوبرش آورده ما رو بگو که با کی داریم شوخی میکنیم بیزوق عنایت الله خان خیلی ببخشید موازش بده برای یه چیزی هم بیشتر بهش بده نمیخواد ویل خرجی کنی آخر پولت هم گذاشتم آخه میترسم که فردا ما هم مثل تو پولدار بشیم اون وقت پیش خودمون فکر کنیم که از دماغ فیل افتادیم هی به این اون فیس و افاده بفروشیم خانم بزرگ بالاخره چی دستگیرتون شد اونا زن و بچه ی عنایت الله خان بودن یا نه؟ نه، به نظرم نبودن الهی شکر اما چرا؟ به نظرم بودن بالاخره بودن یا نبودن؟ والا چی بگم؟ خودم هم آخرش نفهمیدم اتفاقا منم مثل شما شک برم داشت چطور؟ به نظر شما این طبیعیه که پسر عنایت الله خان بلیت فروشی کنه؟ بفرمایید، همه بلیتاشو به من فروخت وا والا یعنی چه؟ باید هر طور شده تعطوی قضیه رو در بیاری شما کاری نداشته باشین من خودم فکرشو کردم به تجربه من ایوالله آوردین عنایت الله خان دیدین چه معجزه‌ای کرد از میمنت خانم گذشته خانم بزرگم باورش شد که شما زن بچه دارین و عیال وار هستین آره مثل که بالاخره یه چیزایی من تو این کمی تجربه دارم تو سرت متوجه بود خانم سلام عمو جون سلام تو اینجا چی کار می‌کنی بابا ببینم مگه نرفتی مادرم کجاست حالا چطوره خوبه خوبه خیلی خوبه ناراحت نباش فقط دائم گریه زاری و ناله و نفرین میکنه بخت ولی بالاخره با هزار زحمت و تقلا تونستم راضیشون کنم که دست از لجبازی و یدندگی وردارن و با شما و خانم آشتی بکنن چه کار خوبی کردین میمنت خانم شیرت حلاله تو چرا فضولی میکنی؟ تجربه داره مردشون خودتو تجربته ببرن چشم بریم امو جون بریم ریفت نکبتتو ببرم آخه میدونی عمو جون حاج خانوم اگه فقط بخواد با من آشتی بکنه ممکنه وا با شما که قهر نیست با عروسشون قهر بودن حالا میخوان آشتی کنن آخه عروسش حاضر نیست آشتی بکنه بی خود حاضر نیست وا مگه شما میتونین مادرتون رو دور بندازین اصلا میدونین چیه من خودم الان میرم منزل شما و با خانومتون حرف میزنم نه 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 عمو جون عمو دیگه عمو نه نه لازم نکرده ببین آخه ببین تو چرا میخوای خودتو سبک کنی عمو قصه منو نخورین من با این چیزا سبک نمیشم خدا سبک کن دختر آخه خانم خونه نیستم پس کجا؟ منزل مادرشه ایوا مگه خودتون نگفتین حالش بهتر شده؟ آخه چیزه خونه روشنی بوده همون باز دوباره همون آشه و همون کاسته خیلی خوب باشه پس بگین فردا صبح اول وقت حتما منزل باشن تا من برم ببینمشون خدافیز میدانم بابا مردش رو خودم رو تجربه ما ببره زی کردم که همین امشب باد قرار داد ببنده
مفتی به اون که 50% از مزدم و بابت باک سیبیل ور میداریم. ببینیم پول چه ارزشی داره ترانه جون؟ کی منو به مراد دلم میرسونی؟ کی؟ وقتی گل نه بشت قربونم بری توفه. سلام علیکم ترانه خانم مهری. علیکه سلام. با 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 چطور شده که باز فیلت یاد هندسون کرده؟ به داد ما برس که گار بیخ پیدا کرده. باید یکی دو ساعت دیگه از زحمتی شو بیای خانه ما. بخشینا حضرت والا کی باشم؟ یک با تجربه عادی سند بادی بربره خوشبختم. بفرمیم دفتتون. بفرما بفرما. اگه یه وقت کاری چیزی داشتیم بهشون زنگ بزنیم. آره ایشان واردن با اجازه شما. بودو بریم گردشه برم. ببینم اکبر این هادی سنبادی چی ها؟ نمیدونم والا گفت مدیر داخلی هم. خب پس کله گاف تو خمره گیر کرده نه؟ آره کلش بدجوری گیر کرده است. یه همچین چیزی دیم. بگو خودش بیاد پیش من. خود کی؟ خود گاوه. آخه گاوه مشکلش زیاد است، کلش تو خمره‌ایه. همین که گفتم اگه با ما کار داره شغلشو تعطیل کنه بیاد خدمت ما، اگرم نداره که هیچ. ببین بریم بچه‌ها. ترانه جان صبر کن. ترانه خانم بالا یه دقیقه. ببینم تموم نشد. الان تمام میشد بابا. آخه مایه یادت رفته است، ما که به اون نگفتیم تو چی کارایی و الا چه فرقی میکند؟ خودشو با خودم میآوردم اینجا دیگه. خیلی خب باش، من شب میرم آرایشگاه پیش فریده، تو هم اوستاتو بردار بیا اونجا. خدافظ. بفرمایین تو عنایت الله خان. قربون شما. السلام علیکم. بفرمایین. دوز حاضر است، بز حاضر. شنیدم دوباره گزار پوست به بازار دباغه افتاده. بفرمایین. افتاده هی میخواد جواب بدین. اینطور فکر کن، خلاصش این که ما دو ساعت دیگه با تو کار داریم. مگه دختره هنوز دست از سرت بر نداشتی؟ ها در دیگه وارد شده، میخواد به خیال خودش زنمونو با مادرمون آشتی بده. ای بابا عجب دختر سرتقیه. ما هم دستی کمی از اون نداریم خانم. خانم نقشمانو بشیش بگو. عنایت الله خان بگو. اولندش فردا بهش میگین که حاضر نیستم با مادر شوهرم آشتی بکنم. دوم از اون فعلا میخوام مادر مریضم ببرم پابوس امام رضا، انقدرم اونجا میمونم تا امام شفاش بده. خوب فکری کردی. آخه ما تجربه داریم بازی جان. ولی رو من یکی حساب نکنی. یادت وقتی که دختر و مادرت رفتن و خرت اپل گذشت با من چه رفتاری کردی؟ فکر بد نکن، با منظوری نداشتم. چرا؟ داشتی. حالا هم برو یه زن دیگه واسه خودت پیدا کن. من که میشه هر روز و هر ساعت آدم زن عوض بکنه؟ خلاصش دور من و قلم بگیری. من دیگه خیال ندارم رول زن کسی رو بازی کنم، اونم آدم گنده دماغی مثل تو که با صد من اصل نمیشه خوردش. حیف که ملاحظه بعضی چیزها رو میکنم و الا بهت مجال نمیدادم حرفتو تموم بکنی. اوک هری. عنایت الله خان، عنایت الله خان. سب کنی بابا. ایوالا گفتی بیارش اینجا که سکه یه پولش بکنی؟ یادت باشد ما تجربه داریم. آره تا اون باشه دیگه افاده مفاده رفتوشه. چه خبه با خدا به همراهت. راستی یه جوری که نفهمه پرس و جو کن ببین دیشب و کجا خواب. چشم. ببین خودش و زنش هم وادار کن بیان بیفتن رو دست و پایی. چشم خانم باشه. علل خصوص زنش، بهش بگو اگه میخوای شوهرداری کنی راش اینه که کنیز خانم بزرگ بشی. کت خدا رو ببین دیر رو بشه. خیالت راحت بشه. برو ببینم چی کار میتونی بکنی. دست علی به همراهت. به سلامت. دارم میپزم. آه نمیدنم چه مست. وای بس میمرد خانم باشه. من که میرم قایم میشم. حالا چی کار کنیم؟ بگو عنایت الله خان و خانوم و بچه رفتن سفر، حالا کی برمیکردن؟ خدا عالمه. من ببین 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 خیت نکنی یا نه چشم برو ببینم. برو ایتاش. سلام علیکم میمنت خان. بلاغ و کاری داشتیم. عنایت الله خان شمایی؟ نه خیر بنده تجربه دار عنایت الله خان. خودشون تشریف دارن؟ بله. بپکنه کنار قول برای که عنایت الله خان. شمایی؟ عنایت الله خان. آجاب خنگی این پسر یه خر. عنایت الله خان.
رفتان سفر. خودش از صداش عوض شده است. مهمانی که منتظرش بودیم نیست. یه شاخشم شده دیست. بفرمین جلو، بیان جلو. ببینم داداش، تو دستگاهتون عرق کشمش داریم. چه فرمودین؟ فرمودم عرق کشمش داداش. نخه داشتیم با گداه با هم رفتیم بالا، ولی مزش موجود است. چه خبر هادی؟ این بابا اول شما را میخواست، اما حالا عرق کشمش را میخواد. عدیدش اول شده. عنایت الله خان شما این؟ فرمایش؟ شما به چه حقی پسر ما را عوض پسر خودت جا زدی؟ پسر شما؟ کی؟ پسر شما کیه؟ ممل میگی؟ بله ممل، ممل چهارشنبه. ممل چهارشنبه که باباش مرده است، اهلم دلیلا. درسته، ولی بعد از اینکه باباش مرد، ننش زن ما شد. آخه ننش هم که مرده. آفرین، اونم درسته. اما بعد از مرگ ننش، کمپلت خرجش افتاد گردن ما و نونخور ما شد. بزرگترش ماییم. حالا میگی چی؟ حالا میگم اگه عرق کشمشم نباشیم نماشه، هر جور عرق جاتی باشه قبول داریم. هیچ جورشو نداریم کمپلیت. اونم میشه داناش. بالاخره نگفتیم منظور چیه. ما میگیم یا دفعه آخرتون باشه که پسر ما رو عوض پسر خودتون جا میزنین، یا روزی 200 چوب اجارش تازه غیر از چهارشنبه ها بهمون بدین. 200 چوب؟ پس چی؟ خورند موهای سرت پول خرجش کردم تا به این سن و سال رسوندمش. یعنی چی دیگه؟ برای میزنیدی؟ تازه برقم انداختم جانتو. باشه، حالا شماها چی میگین؟ خیلی خوب، ما دیگه کاری باش نداریم. ولی انگار بهش گفته بودی امروز هم بیاد. آره، خیال میکردیم وجودش لازمه. لازم نیست؟ نه، لازم نیست. وقتی مادر بچه نیست، خود بچه به چه درد میخوره؟ خیلی خب باشه، اگه روزی 200 چوب واسهتون زیاده، روزی 150 چوب بمیدیم. نجونم، حرف فولش نیست، مجلسی که داشتیم به هم خورد. بیا هادی کمک کن آقا رو به من خودم ندار. حالا سر راسترش میکنیم با روزی 150 چوب که موافقی؟ نجونم، نه نمیخوام، هرچی میگم نره باز میگه بروش. جهنم، آتیش زدم به مانم که مشتریم نپره روزی 150 چوب. برو بالا، 50 چوب، 30 چوب داداش، 30 چوب، 20 چوب ناقابل داداش. هادی بیرونش کن حوصلم سر. بیشوب هادی خان، تو یه جوری رازیش کن، یه چیزی هم به تو معرفی میکنی. بیا مادر، اقلا اینو بخور، گلوت خوش شد. قرون دست، قرون دست تای خانم. رفت، رفت یه ننه تامی چایی بخور، بیا رفت. خدا دانت بشنفه. به به خیلی به مگست، قربون گلای شار رفت برم. آره آره چی میتونه باشه؟ این دیگه باید خود میمنت خانم باشه. ما اینجا نیستیم، ما رفتیم سفر. گوشی دستم از رفتیم سفر. بجون پای خانم، بجون برو تو. تجربه دارم اونم دست اول. تو برو تو. عنایت الله خان. زهر مار، بگو تشریف ندارم. تشریف بیارین، مهمانی که منتظرش بودیم نیست، مهمان ناخونده است. مهمان از دست مهمان ناخونده. عنایت الله خان، عنایت الله خان. ای بابا، بابا عنایت الله خان، ببین کی آمده. نگاش کن، نگاه کی هستی تو؟ خیلی آمده. به به یا تماشا گرم توی سام علی. چطور شد که رایه دوست شد؟ ای بابا، حالا به دلت نگیر. خب دیشب تو حال نبودم، یه چیزی از دهنم پرید دیگه. خب بگو ببینم، دختره که هنو نیومده؟ نه، به موقع اومده. پس حالا بهم بگو چی کار باید بکنم. ببین جونم، از شبت به حضور انوارت دوتباتو تو یک حرف بکن و بگو اگه شده از شوهرم طلاق بگیرم میگیرم، اما با مادر شوهرم آشتی نمی کنم. خب هرچی گفت، هرچی التماس کرد قبول نمی کنی که نمی کنی. بعدش هم بگو من اصلا با شوهرم میخوام. اصلا میدونی که چیش؟ این بیا باید خود میمنت خانم باشد جونه. ببین چی میگم هادی، اگه خواست بیاد بگو. بلدم تو بمیری، ناسلامتی و تجربه داریم. آها برو بینم چیکار میکنی. آه ماشالله، برو بریم تو. سلام. سلام علیکم میمنت خانم. نخیر، دیر رسیدین. عنایت الله خان و خانم به بچه تشریف بردن. یعنی سفر. سفر؟ هادی چیه؟ چیه؟ جان؟ چیه؟ ای حق باز، برو کنار ببینم چرا چاخان میکنی، برو کنار. بابا رفتن سفر، این صدای روحش بود. تو بمیری سکن دختر جان. سلام.
سلام. سلام عمو جون. سلام علیکم مرد خانم. چی رفته سلام؟ من چه میدونم، شما گفتین بگو رفتیم سفر. خب بگو ببینم احوالت چطوره. مرسی زنم جون، شما چطوری؟ منم مرسی، مادرم هم مرسی، الحمدلله بهتر از دیروز و پریروز. معمل اونم مرسی. راستی معمل کجاست؟ معمل الان هادی میره هر چی باشه پیداش کنه. آره آره خب پس ما میریم بالا تا برو دوباره بچه‌ها رو ببینیم. بفرمایید. حالا دیدین گفتم وجود بچه لازم است، گفتین نه. ما تو این کله کدو تجربه داریم. الله الله تجربه تو این هیرو ویرو به چه درد میخوره؟ برو بریم بچه رو بیاریم. برو بریم نیکن بیاریم. جلاشو بگی ستوب. سلام عنایت الله خان. سلام. چی شده ماما؟ میخواد لباس اینه که شما واسم خریدی ببره بفروشه. اینجا میدونم مگه شما نگفتین که اونو لازم ندارین؟ خب حالا لازم نداری. نشب کن، جنگ اول بهتره سول آخره. روزی چقدر بابتش میدی؟ آها خودت گفتی 20 تومن دیه. نه حرفشم نزن، اصلا حرفشم نزن. خیلی خب سک خور 30 تومن. نه جانم از بلیت فروشی میشتر در میاره. اولا خور 50 یک کلم بله. نه 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 تا میخوای. خیلی خب باشه راضیت میکنیم. چرا خدا بگو لباسمو بده. نه ترس بیا پول کوچیک بشش بدی یا نمیشناسد اسکناس را. بیا این 500 پیشت باشه. 500؟ آره بابا 500؟ آره 500؟ 500 که میگن اینه؟ آره همونه، بیبریم بابا. نکن زرم آب شد. مگه زلم داشتی؟ میمانات امو تشریف ندارن مادر. تشریف ندارن؟ نه خیر، رفتن کت خدا رو ببینن. کت خدا واسه چی؟ واسه این که دهو بچاپن. ده؟ کدوم ده؟ که دهی از شما آبادتر عنایت طله خان، که از شما پولدارتر. تایه خانم انگار شما یه چیزید میشه ها، چرا راست حسینی حرفتو نمیزنی؟ مختصر و مفید، میمنت خانم به خانم گفتن اگه میخوای شوهرداری کنی بی بریم با مادر شوهرت آشتی کن. خانمم از خدا خواسته راه دادن و رفتن. حالا راضی شدی مادر جون؟ اینم راست حسینیش. خانم بزرگ اجازه بدین پاتونو ماچ کنم. بیا بگو لازم نکرده. چرا خانم بزرگ؟ لازم نکرده. پس اجازه بدین دستتونو ماچ کنم. بگو لازم نیست. لازم نیست. خب بهشون بگو بالاخره اجازه بدن یه جاشونو ماچ کنم دیگه. بهش بگو مارچ که واسه زخم دل من مرهم نمیشه. مگه روزی که تو با عنایت عروسی کردی نمیدونستی که مادر شوهر داری؟ نه خانم بزرگ، به خدا من نمیدونستم مادر شوهر دارم. هنوز کارشی نکردیم با من حرف نزن. چشم. بگو نه خانم بزرگ، من پیش از عروسیم والا نمیدونستم مادر شوهر دارم، بعد عروسیم فهمیدم. بهش بگوده. بگو حالا بعد از عروسی چرا نیومدی رو دست پای من بیفتی؟ بگو خانم بزرگ جوون بودم و جاهلی کردم نفهمیدم. شما به بزرگواری خودتون ببخشین. خب اگه این دفعه ببخشمت قول میدی که بعد از این به من از شوهرت محرمتر و مهربونتر باشی؟ ایوا معلومه خانم بزرگ، اصلا من کنیز شما، کوچیک شما. خانم بزرگ اجازه بدین دستتون خانم عروس قشنگ قربون شما برم. خانم الهی فدای شما بشم. سلام. 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 تو کجا بودی؟ همین دور و برا. سلام. سلام عزیزم، بوده بیا خانم بزرگو ببوس بده. سلام خانم بزرگ. قربونت برم. سلام به روی ماه تو، سلام نکرده عزیزی، هزار ماشاءالله. خب بگو ببینم تو کجا بودی، با کی اومدی مادر؟ همراه بابام حاجی خان اومد. پس اونا کجا؟ دم در وای شدن، گفتم برو به مامانت بگو بیاد بریم. میخوای بری مهر جون؟ من اختیارم دست شماست خانم بزرگ، هرچی شما بفرمایید. چرا انقدر لفتش میده؟ والا منم ماندم مات در حیران، مثل اینکه کنگر خورده است لنگر انداخته است. عمو جون. جون عمو. چرا نمیان تو؟ میمنا جون ما کار داریم عمو، برو زن بچه ما رو بفرست بیان. برو جونم. خانم بزرگ بهشون اجازه نمیدن بیان. چی؟ اجازه نمیدن؟ جان دبوی جون، غیر از این که از لحاظ شکل و شمایل با بچگی های مرحومش برم مو نمیزنه، بوشم بوی اون خدا بیام سامانه. سال عزیزم این مسخره بازی ها چیه؟ ضعیفه؟ چرا بالا نمیشه بریم خونه؟ بله بله ضعیفه، چیه مرد حسابی؟ واسه چی به عروس من توهین میکنی؟ نفهمیدم، حالا دیگه عیال ما عروس تو شد؟ بله
همونجور که گوش عزیزه، گوش فارم عزیزه. آره. مهری جون، بگو عروس من جوونه و چشم و گوش بسته. چه معنی داره که با یه الف بچه تک و تنها زندگی بکنه؟ همچین؟ الحمدلله، خدا رو صد هزار مرتبه شکر. از اون عروسا هم نیست که شیل پیله تو کارش باشه و بخواد پسله مادر شوهرش کاری بکنه. باید اسباب بکشین بیاین تو این خونه که عروسم زیر نظر خودم باشه. بگو این کار شدن نیست، حرفشو نزن. بگو پس عروس و بچه مال من، تو برو کشکتو بساب. بگو آخه من زنگ گرفتم یا تو؟ بگو ما عروس آوردیم یا تو؟ تو عضو شیر تو شیره ما جیبمونو کار کنیم. چیکار کنیم؟ سلوش نکن ممل، برو تو حیات بازی کن، بذار عواسمون سر جا باشه. آخه بابا امروز چهارشنبه است، میذاری ما بریم یه خود کاسبی بکنیم یا نه؟ امروز که چهارشنبه نیست. چی رو به تقویمت نگاه کن، چهارشنبه. خب برو تو حیات بازی کن. آخه بهش گفتم چهارشنبه میبرم سینما. اصلا میدونی چیه؟ بریم بیرون. اگه تو زن منی پس باید به حرف من باشی. مگه عروس من اختیار سر خود بگی بشین؟ میگم پاشو. میگم بشین. ای بابا، بشینه باشه بازی میگنی. بس دیگه بابا، این مسخره بازیه چیه؟ اما جون، همه مردا از خدا میخوان که زنشون با مادر شوهرشون این جور تفاهم داشته باشن. شما چرا ناراضی هستین؟ تو هنوز بچه‌ای، عقلت به این چیزا نمیرسه. به امروزشون نگاه نکن. عروس عسله و مادر شوهر خربزه، جفتشون حرارتی هستن، مگه با هم میسازن؟ اروای بابات، این دفعه دیگه عسل و خربزه با هم ساختن که باباتو در بیار. شما باید این چشمتون از اون چشمتون راضی تر باشه. اصلا میخوای بنویسیم بدیم که من و خانم بزرگ هیچ وقت با هم اختلاف پیدا نمیکنی؟ تو انگار داری کم کم قرم قرم میگی که من عادت کنم. ایوا، من واسه خودم نمیگم، واسه مادرتون میگم. خانم کوچک حق دارد، عنایت الله خان. رو حرف خانم بزرگ نباش، غلط زیادی میکنی. شاید فردا خانم بزرگ گفت ببر محضر عقدش کن. بار شیطون هاش بلانات. مگه هنوز عقد نکردین که ببرین عقدش کنی؟ عقد نکردین چیه؟ بچه‌مو جلو چشت نمیبینی میمنت خانم؟ مهمونی، احترامت واجبه، ولی چون دفعه دوم سومه که متلک بارم میکنی، میگم بهت که نگی نگفتی. من اون چشوی که دنبال شوهرم باشه با همین ناخونم و عکاسه در میارم. ایوا، چرا با من دعوا داری؟ من سر پیازم یا تای پیاز؟ مگه نشنفتی عموم چی گفت؟ عمو جون، وسط دعوا که نون و حلوا پخش نمیکنن. اومدم بگم ببر محضر طلاقش بده، گفتم ببر عقدش کن. حالا اینقدر دنبال حرفو نگیری، حرف باد هواست. بالاخره دیر یا زود شما باید اسباب بکشین و بیان اینجا. بازم هزار جور مدرک از عقد و عروسیتون رو میشه، عکس، آلبوم، قباله، هزار تا چیز دیگه. اون وقت معلوم میشه کی راست میگه کی دروغ. اینجوری عدیه عنایت الله خان، وقتی شما دوتا پاتون رو توی کفش میکنین میگه نه، مردم خیال میکنن کاسه زیر نیم کاسه بادیه. پس چی کار کنم؟ بگم بله. تمام شده رفت، مایش سرویس اتاق خوابه، یه دست مبل با دو تخت فرش زیلو که بگیم اینا جهیزی خانم بوده. بله؟ بله، من خودم اینقدر رو پس انداز دارم که واسه خودم جایزه بخرم. جایزه خریدن تو بذار واسه وقتی که شوهر کردی. خیال نکنی با اسباب کشیدن و رفتن تو خونه مادر شوهر زن شوهر شدیم. نه، با هم، ولی تنها. تازه اگه بتونین یکم سب بکنین، من میتونم تا چهارشنبه ترتیبش رو بدم. خوابه به تو چه حسود؟ البته عقد عروسی رو که باز بگیریم. چی شد؟ نفهمیدم. عقد عروسی راست راستکی نه عنایت الله خان، عقد عروسی عکسی. آخه مگه نشنفتی میمنت خانم چی گفت؟ عکس مخواد، آلبوم مخواد، قباله عقدنامه مخواد، هزار جور دنگ و فنگ مدرک مخواد. آخه من چه خاکی تو سر تو بکنم؟ ما که هیچ کدومشون نداریم. خاک لازم نیست، عوضش تا دلتان بخواد تجربه داریم. یه برو بیرو، یه برو بیرو، عروسی هست بچه رو باستیش بشن. خیلی خوب، خیلی خوب، تبریک بگو بنام. بلا و تلا، بیا ببینم. لبش باشد بعد. خیلی خوب. هادی، گفتم مهمونو حاضرن یا نه؟ چقدر خوشگل شدن. اون گویه بیا چلو ببینم این چه یقیقه. خیلی خواهی بسیم به ماما. آره بنده، خیلی خواهی بسیم. آه بیم کم چه؟ اسفنی بندونه. اسفنی بندونه. بیا جلو جید باید جید باید. آه، بایی دست. بابا این چه بنده؟
خودم رو بکشم آقای. تو چطوری اینجا باشه؟ من چی به تو بگم؟ بدتر آورده شما الان عرصی نکنید بردادار شدید. خونم این راسته نمیره بیرون گرد. بریم بچه 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 بیا دفت دفت اسفندی اول هستی اسفندی فرق میجید خوب سمیه شمیه آرده خیلی فرق حالا باید آقید بازی کنم چقدر نشم باید بازی کنم ریشه بده پایین پر کنم بالا که خالی از خداوند ره ندارد اینک کلا کلا دفترم بگیر بیا اینا هر دو بگیر اینا جد که یالا بشه بشینیم برو بینم رکاتا بیم داری؟ زن احرام رکاتا مال هست آمانه برو چرا با عجب زرنگ هستی تو تو دوز یا چه نشکر بی تو در بازه بیا بینم بعد از این مدره ازم میگیرم برو بینم برو بچه بیان زرنگ سجده رو سجده بیام بده بالا بده بالا آفرین میخوام هرکی جنب برو جنب بشه بعد از بلو بشه میگه پلوش بوده خود اومد برو پلوش بشه خواهش میگرم جون من خواهش مهربان بشه بگی اینا رو بده بیده بچه رو باید ناز کنی ناز کنی مهربان آمده باش بگی بگی من که از اولش هم خاطر جمع بودم تو شک داشتی تو رو خدا اینو نگاه کنی خب لباسی که تن هادیه همون لباسیه که 6 7 سال پیش وقتی که عروستون حامله بوده تنش بوده شب عروسیشون هم با همون لباس رقصیده تازه هنوزم که هنوزه هر وقت من هادیو میبینم همین لباس تنشه خب که چی؟ به عقیده من آدم نباید زیاد گول این عکسا رو بخوره میشه تو دیگه خیلی شکاکی دختر جون عزیز من دیگه چی کار باید بکنن که تو باورت بشه آخه اگه زن و شوهر نبودن که تو یه اتاق نمیخوابیدن پسر من حلال و حروم سرش میشه بکش 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 تختو بکش صدای چی بود؟ از خودتون بپرسین اینجوری خیال هر دو راحت تره اگه از اند ناخونک در امونی الیا آجا دفاع بله بفرمایید بفرمایید خانم بزرگ ایبا دارین چی کار میکنی؟ سر و صداتون تا هفت تا خونه اون برتر میره چیزه از خانم بپرس میگه موش اومده تو این خونه چی؟ موش؟ چی؟ موش آبه بله خانم بزرگ من با چشای خودم دیدم رفت الحمدلله اوشام بخوابم خدا مردم بده وای خدا مرگم بده وای خدا مرگم بده وای خدا مرگم بده وای خدا مرگم بده وای چی شده بده هیچی مادر تو اتاقشون موش پیدا شده آره نتر علاجش چله موشه بیا مادر میگم تو بیا رو تخت بخواب من میرم فرقش چیه آخه رو تخت خواب راحت تر میتونی بخوابی بی خیالش تخت سنگم راحت میخوابی بیشتر خوش مهری جون وا چیکار می‌کنی؟ تو پشتی می‌گیری؟ نه خانم، ورزش یوگا می‌کنی. یوگا. یوگا. بیا تله موش واسهتون. آره دستتون درد نکنه. یوگا می‌کنه. ایوا، اینجا رو واسه کی انداختی؟ واسه این بابا. آخه بعضی شب خواب میبینه میترسه همیت پیش ما آره نمیدونم چی کار کنم که این عادت از سرش بیفته شما دل با پس نباشی راحت بگیریم بخوابیم من خودم میدونم با اون چی کار کنم شب بخیر شب بخیر شما وقتی پس خودم تراشیدم دیگه چی شده خانم بزرگ تفلک ها واسه بچه شون دل با پس هم مگه ممل چشه هیچ گویا شبا خواب میبینه علیسون و ولیسون دعای خواب و برسون علیسون و ولیسون دعای خواب و برسون ممل جون بله خانم بزرگ هنوز نخوابیدی؟ نه آخه همجام خیلی گرمه هم دوشکم زیادی نرمه میخوای بیای پیش من بخوابی؟ واسه چی؟ آخه شنیدم شبا از خواب میپری میترسی میری پیش مامان تینا اینجا یادم دروغ بود دروغم چیه پدر سلواتی؟ شما رو نمیگم که اون که گفته دروغ گفته من از هیچی نمیترسم پس چرا روزم اینجا انداخته بودن گفتن واسه ممله؟
واسه ممل نبوده، واسه خودشون بوده که پیش همدیگه نخوابن. آخه چرا؟ مگه خودتون نگفتین که پسرم حلال و حروم سرش میشه؟ یعنی میخوای بگی اونا زن و شوهر نیستن؟ چرا؟ هستن. تو به کار بزرگترها کاری نداشته باش پسرمو. اگه دروغ گفته باشن وای به حالشون. میگم خانم بزرگ. چیه؟ نکنه باز بابا و مامانم با هم دیگه قهر کرده باشن. وا، مگه سابقه دارن ممل جون؟ پس چی؟ خیلی هم بچه سابقه هن. جات ناراحته؟ نه خیرس. هرچی رو خوابت نمیبره؟ آگه حرف نزنی میبره. ارایا جات جاتو بغلو کن، بغلو کن. بازم داریم ورزش یوگا میکنیم؟ نه حاج خانم، داریم بالانس میزنیم. عوض این کارا بلند شیم با هم آشتی کنیم. چی؟ ما که با هم دیگه قهر نیستیم. خوبه سر من کلا نمیره. یالا هم دیگه رو مارچ کنیم. مارچ کنیم؟ پس چی؟ دیگه چی کار کنیم مادر؟ دیگه بعد از مارچ خود داریم. من فقط میخوام ببینم که صورت هم دیگه رو مارچ کردیم تا خیرم راحت بشه قهر نیستی. ابا چه معنی داره که زن شوهر قهر باشه؟ مادر بابات خوب، ننت خوب، همه بد، تو و زنت خوب. تو خونه من کسی نباس با کسی قهر باشه، فهمیدی؟ حالا کی گفته که ما قهریم؟ داخل تو هم یه حرفی بزنن خدا خواسته. وا، من غلط میکنم رو حرف خانم بزرگ حرفی بزنم؟ شنفتی؟ ده خجالت بکش برو ماچش کن. خیلی خوب، شما بفرما بیرون، ما خودمون ماچش میکنیم. بفرمی بهانه در نیار عنایت، توپم نمیتونه من از اینجا بیرون کنه. اگه میخوای زودتر از شر من خلاص بشی یالا ماچش کن. امور از دست تو مادر، خدمتت میرسم. ایفو بی من چی؟ بیا اینم ماچ. خوب شد؟ یخ کنی الهی. خواب میبینه. شما چی میکنی شما؟ درست نه نه تو این دونه گذاشت شما. الو سلام علیک عزیز دلم. سلام گل گلاب عرق ویدمه. بالاخره تکلیف ما چی شد؟ گوشی دستت باشه، گفتم ردش کن بره دهادی. والا نمیشد، تو بمیری نمیشد، بلا نمیشد. باز میگه نمیشه، آخه چرا نمیشه؟ والا چرس کنم خجالت میکشم. یه عرض کنم نشونت بدم که خودت هست کنی. شما شاهد بودین که ما خودمون میریم میگردیم، هر جور شده پیداش میکنیم. اما اگه بعدن زدیم بلایی سر این شاگرد شما آوردیم، اون وقت جای جلو و جلو گذاری نباشه. با این خط اینم نشون نشاندار که هستی ملاشدی. بیرون باش تا بعدن خدمتت برسم. اطاعت چشم. الو، کاری داشتی تلفن زدی؟ دلم واسه تنگ شده بود. ای والا، ما که تازه یه ساعت از خونه زدیم بیرون. ولی به نظر من یه ساله که رفتی، باور کن عزیز دلم. حالا چرا اینقدر عزیز دلم میکنی؟ چیزه میدونی؟ آخه میمنت تو اتاقه. پا ما بی خودی خیال میکردیم که راست راستی عزیز دلت شدی. عزت زیاد. الو؟ الو چی میخوای قولی؟ بچه‌مو. نه بابا جون، تو رو خوده نظر منو ببره. تو رو توف درود بیاد نیم وجبی، حالا دیگه منو به غریبه ها میفروشی؟ خیلی خوب، وایس سر جات. میدونم چیم بقایی سرت بیارم. پونزد تومن بهت میدم که کاری نداشته باشی تا بعد. کمه؟ پس را بیا بریم کلومتری. کلومتری واسه چی؟ گوش کن، من میخوام سرپرستی این بچه رو از تو بگیرم، به هر قیمتی هم که شده باشه میگیرم.
حالا یا به زبون خوش رضایت بده ماه به ماه بیا 150 تومن ادره نمایشگاه بیجی برو، یا محکومت میکنم و هیچی هم بهت نمیدم. مثلا چجوری محکومم میکنی؟ این بچه دیگه وقت مدرسه شه، اما تو فرستادیش بلیط فروشی، هرچی هم کار کرده ازش گرفتی عرق خوردی. میدونی اگه بفهمم چه بلایی سرت میارم؟ پس اون 500 تومنی که میخواستی بدی بده تا برم روش فکر کنم. باشه، خوب فکراتو بکن. یه روز صبحم یه دم نمایشگاه تا بریم اداره سرپرستی. بیا. باش. بیبریم. بابا. بابا جون. بابا. چه؟ راست گفتی که میخوای من از اون بگی؟ سر زارف. پدرم هم پناه برد به تریاک و تمام دار و ندارش رو از دست داد. خب دست تنام که نمیتونست منو بزرگ کنه. این شد که بعدش هم وقت زن گرفت. همین زن بود که بلای جونم شد. آخ آخ آخ، چه پیسی ها که سرم نیاورد، چه اسم بدنومی ها که روم نذاش. دست آخرم مجبورم کرد که زن یه جوون رشعی از فامیلای خودش بشم. خب شدم. آخ، اما اونم ده سال پیش مرد و تنام گذاشت. خب تو این ده ساله چی کار میکردی؟ پیش از اینکه هادی و فریده بیان سر وقتم، واسه امرار معاش توی کارخونه کار میکردم. ها، پس دیگه چیز نگفتنی باقی نبود. نه، غم و غصه تموم میشه مری. اگه خدا بخواد کار میکنم که داغ مادر و ستم زن بابا و عذاب شوهر رعشه‌ای از خاطرت پاک بشه. آخ، کنیزتم عنایت. بزرگوار کمکم کن، کمکم کن تا این خوشبختی که هنوز به دستم نیومده از دستم نره. تو خودت میدونی که من چقدر عنایت رو دوستش دارم. نمیخواستم بهش دروغ بگم، نمیخواستم سرش کلا بذارم، فقط ترس برم داشت، ترس از اینکه اگه حقیقت رو بهش بگم اونو از دست بدم. کمکم کن که این دروغ پا پیچه خوشبختیم نشه. سلام علیکم. سلام، شما؟ من صاحبکار ترانه هستم، شنیدم میاد اینجا سرمونی. آره. بله، چی کارش داری؟ هیچی، میخوام ببرمش سر کار. اون دیگه کار نمیکنه. نه بابا، واسه چی؟ ولش کن اکبری، اکبری کارش نداشته باش. ببخشین خانم، چی؟ شوهر پیدا کرده، میخواد عروسی کنه. شوهر پیدا کرده. خب چه اشکالی داره، خدا کنه خوشبخت بشه. حالا ببینم دوماد چیه؟ عنایت الله خان. بفرما آقا رسول، بفرما، منزل خودته، قبول باشه ایشالله. بفرما رفیق قدیم و شفیق. بفرما خوشا به سعادت در عبی بندم شهر بندش اینجا. ببین هادی، هادی جانم برم کجا؟ بپر دفتر، در صندوق وا کن، یه 2-3 هزار تومن در شرکت اشتاد. ببین هادی، ببینم اینجا بهت خوش گذشت؟ نه. نه؟ چرا؟ حالا وقتش نیست، به موقعش واسه تو میگم بابا. باش. بفرما آقا رسول، ایشالا بهت خوش گذشته باشه، خدا کنه این سعادت نصیب ما هم بشه و بریم زیارت خونه خدا. خب اینم آقا دیگه باز بهش بگیم. عنایت الله خان. خیلی ببخشینا، در باز بود، ما هم همینجوری سر زده اومدیم تو. با اجازه شما. کاری داشتی؟ والا کار که چرس کنم، کلاقه واسه ما خبر برده که شما ترانه ما رو نشوندی. نوکشو بیچین بچه. بالاخره تکلیف ما چی میشه؟ ما رو راه میندازی یا نه؟ من اصلا ترانه نامی نمیشناسم. ما الان این حرفا نیستیم، اگه نمیبینی مهمون داریم، عوضی گرفتی آقا جون، بزن به چاک. نه جونم، اینجوری از اینجا نمیرم. یا ترانه رو بفرست بیاد، یا باید جنازه‌مو از اینجا بندازی بیرون. آقا رسول ببخشینا. اگه که لازم باشه جنازات هم بنزم بیرون میندازم، ولی دلم میخواد حرف حساب بی حرف حساب. بسه دیگه بابا، بسه دیگه، صلوات بفرسید. تا موضوع چیه؟ خودشونم نمیدونن دنبال کی میگردن. بابا جون من اینجا اومدم دنبال ترانه. Thank you.
میگفتی ترانه رو نمیشناسی. رقاصه که میگفتی اینه؟ آره خودشه. حیف از تو عنایت الله خان. به خیالتون چیه که تو هفت سوراخ قایمش کردی؟ یه رقاصه هزار جایی که دیگه جایی از تن و بدنش نمونده که خلایق ندیده باشن. حالا اگه عشقاتو کردی بفرستش بیا زودتر بریم. چمدونت رو ببند بابا جون. همینی که گفتم برو ببند. خاکمو کردن؟ بفرم تو آقا رسول، چیزی نیست، از رود خجالت میکشم، باز ببخشین. من حاضرم. کجا؟ باز بریم. واسه چی کجا؟ ما دیگه جامون اینجا نیست. آخه واسه چی؟ واسه اینکه جای معشوقای هزار جایی اینجاست. من شرمنده تو هستم آقا رسول. داخل مرد، چرا من دخترم و دست تو سپردم؟ واسه این که مبادا تو شهر هرکی تهرون سر کارش با آدمای ناباب بیافته. ولی نارفیق، تو که بدترش کردی. دختر چشم و گوش بسته من باید با اون جور زنا زیر یه سقف زندگی کنه؟ پف! بیا بریم دختر، بیا! توف بهت بیاد زن. تو این چند سالی که از خدا عمر گرفتم همه جور زنی دیدم، خوب بد، پاک ناپاک، نجیب نانجیب، اما حتی کثیفتر و بی‌عاطفه‌تر و دورو و دورنگتر ندیدم. ذاتت خرابه، فطرت نداری. اگه داشتی بعد از اون همه صفا و گرنگی که من خوشباور نثارت کردم دروغ و دول تحویلم نمیدادی. تو رو خدا بذار همه چی رو برات بگم. راسته دیگه، جلو پراستو جمع کن، بزن به چاک، بازی تموم شد. برو بابا ولمعتلی. من و سننا، من که قرار روز اولمو یادت رفته. نه، یادم نرفته. اما حالا دیگه من اون آدمی که روز اول بودم نیستم. اون روز هیچ غم و غصه ای نداشتم، اما حالا دیگه واسه خودم خونه و خونواده دارم. مزه شوهر داری و بچه داری زیر دندونم رفته. دیگه نمیتونم اونجور که همیشه زندگی میکردم زندگی کنم. اون وقت تازه تو میگی تو این زندگی جام نیست؟ نه جات نیست، واسه اینکه لیاقتشو نداری. اگه داشتی عوض اینکه با صفا و یه رنگ نیگرش داری، با دروغ و دول به همش نمیزدی. یه دفعه گفتم، بازم میگم، جلو پلاستو جمع کن، برو قالب کن، برو. تکلیف بچه‌مون چی میشه؟ خودم نگرش میدارم. مادر چی؟ پیرزن بیچاره اگه بشنوه پس میافته. خودم کم کم حالیش میکنم. لازم نیست تو ناراحت اون باشی. حالام تو نایمده از اینجا برو.
تو چو آتشه، یه چشمی جنونه، تو عشق ما به هم رسد، تو نوع یک ستاره است، برای ما تولدی دوباره. چی میتونه باشه؟ آمدم کار ما رو نمیذارن انجام بدیم. کیه؟ السلام علیکم، عنایت الله خان. بفرما. چیه؟ چیزی شده؟ ناراحت نه. مهری اینجاست؟ نه، عنایت الله خان. میگم چیزه؟ چیزه؟ تو خونش رو بلدی؟ آه، فریده باز برات باشه. یه دقیقه میشه باشه برم یک کار نصف کار دارم انجام بدم. بیا باقی کار داری؟ مهری خانم هستم. من چه میدونم، ای باشه تو اتاقشه، تای راه رو طبقه بالا. بفهمی با اجازه. علیکم السلام بچه. کی بود؟ با مهری خانم کار دارن آقا جون. مهری خوبه، پلکان دارن. مهری لطفا شما یه دقیقه اینجا واسین تا من برگردم. شما بفرمایید. پس چرا اون روز که من آورد خواستگاری دعا به جونش کردی؟ آخه اون روز بچه بودم، هنوز 18 سالم تمام نشده بود. بچه چه میدونستم که زن یادم پیری مثل تو شدن یعنی چی؟ تو که سن و سال بابای منو داشتی، چرا حاضر شدی با من که جای دخترت بودم عروسی کنی حضرت والا؟ نه میمنه جای دختر منه، من اون بچه هست. اگرم چیزی میگه ارو بچگی میگه، تو یه حال هوای دیگه هست. من و تو که سن و سالی ازمون گذشته، چرا باید عقلمونو بدیم دست از؟ به خداوندی خدا، اگه عقلم قد حالا میرسید، همون روزی که اومدی خواستگاریم توف میداختم تو صورت تو، از خونه بیرونت میکردم. اینا بهانه است، عذر بدتر از گناهه. بچه بودی، کور که نبودی، دیدی که سن و سالم زیاده، چرا قبول کردی؟ من غلط کردم، به کور بابام خندیدم. مگه خودت برنگشتی گفتی جوانای امروان به درد من نمیخورن، من شوهر جا افتاده دوست دارم؟ چرا گفتم؟ ولی چند بار بگم، بچه بودم، عقلم نمیرسید، اشتباه کردم. حالا دیگه کار از کار گذشته، فروشنده فروخته، خریدارم خریده. نه، هنوزم دیر نشده. چرا باید تا آخر عمر با آتیش اشتباهی که چند سال پیش کردم بسوزم؟ طلاقم بده. ببخشید، شما با بنده بودی؟ نه من چی گفتم؟ شما گفتین طلاقم بده. من منظورم این بود که با این وضعی که شد باشه، فردا که رسیدین به شهر عرض حال میدن به دادگاه. نامردا میزنن زیر قولشون. باشه قبوله، شما شاهد بشید. مهری حقش بود میذاشتی بمیرم. واسه چی مهری؟ زندگی وقتی خوبه نش باشه، و الا وقتی قرار باشه که تو اون ور کوه باشی و من این ور کوه، اگه 100 بارم از مرگ نجاتم بدن بازم خودمو میکشم. حالا نمیشه عوض خودکشی قول بدی که دیگه هیچ وقت به ما دروغ نگی؟ داری بچه گول میزنی؟ نه، فقط منتظرم که قول بدی تا از اون ور کوه بپرم این ور کوه. قول میدم عزیز دلم، قول میدم. ببخشید ما میتونیم بریم یه وقت دیگه بیاییم، اما اینا از راه دور آمدن. بفرمایید تو خالیسی. سلام عمو جون. ببخش مهری جون. سلام به رو ماهت.
ماشاءالله. سلام علیکم. نوکر تماق رسول، ما خیلی چه کرد. آقایی جسارت ما رو میبخشی. قربون صفا. میدونی ما خیلی وقت خواهی تره خودم تو امپاس چی میتونه. خدا بد نده زنم. پشه لغت هم زده مسموم شدم. بالا دوره ایشالله. قربون تو. شما از کجا فهمیدید که ما اینجاییم؟ رفتیم خونه، خانم بزرگ گفت مادر خانم فوت کرده. آها، ما فهمیدیم که شما واسه عروسی جیم شدیم. هاش خانم که نفهمید. نه بابا، همون بهتر که تو بیخبری بمونه تا عقد و عروسی تموم بشه. بیا پیش من بیا تا باغم بیا.